قبل از اینکه بخوایم بریم توی پنجره شیر و خروجی گرفتن بعد نیست بیایم توی پرفرنسز و یه چند تا از این عنوان ها رو با هم ببینیم اینجا شما اگر یه کلیپ رو انتخاب بکنید به ثانیه نشون شما میده اگر میخواید به صورت ساعت دقیقه ثانیه فریم نشونتون بده می میتونید این عنوان روشن بکنید الان دیگه به همون چیزی تبدیل میشه که استاندارد کارهای تلویزیونی هستش همچین چیزی میشه اون استاندارد SMPTE میشه که من معمولا خاموش میذارم توی بروزر اگر شما بیاید این شو date range این ایونت library اینجا روزهای این ایونت ها رو نشون میده اگر large فونت رو بزنید اینها نوشتهاشون بزرگتر میشه Always show active clip badges این چیزهایی که ما اینجا میدیدیم زمانی که مثلا من کلیپ رو انتخاب میکردم و حالا یه سری عنوانهای شما این رو میدیدید که مثلا فیلتر ویدیویی داره و حالا الاخر اگر من اینو روشن بذارم همیشه اینها رو نشون میده و دیگه همیشه این بج ها رو اصطلاحا میتونم ببینم Always show clip duration زمان کلیپ ها رو همیشه نشون میده و همیشه آن خواهد بود Use project crop setting for clips in event browser اگر به طور مثال من اینجا یه تصویری داشته باشم که بخوام توی این پنجره ببینم دو طرفش سیاه خواهند بود اگر بخوام اینو توی تایملاینم و پروژم استفاده بکنم طبیعتاً تق... طبیعتا این دوتا سیاهی رو میگیره و روش یه مقدار زوم میکنه البته با تنظیماتی که حالا راجبش صحبت کردیم اگر شما خواستید عین همون چیزی که تو پروژهتون نشون میده اینجا هم نشون بده این Use Project کراپ Setting رو میزنید و اینجا هم حتی موقع دیدنش هم روش یه مقداری زوم میکنه اینجا نوشته automatically stabilize clips that have been analyzed غیر از اینکه که آنالیز میکنه تصویرها رو برای استیبلیزیشن میاد اونها رو خودش استیبلایز هم میکنه توی این موردی که روی این تصویر داشتیم کار میکردیم کاملا مشخص بود در مورد رولینگ شاتر هم باز به همین صورت هست یه ابزار شما اینجا دارید به اسم شو فاین تیونینگ کنترولز به طور مثال من اگر بخوام بیام اینجا این کلیپ رو به سر یا تهش چند فریم اضافه کنم میتونم آلت رو نگه دارم و راست یا چپ رو بزنم شما این تایمش الان از 4 و 7 شد 4 و 8 یا الان 4 و 6 برای این کار شما یه ابزار خیلی دقیق هم دارید اگر میخواید کاتاتون خیلی دقیق باشه که همین فاین تیونینگ um, هست من اگر الان این رو ببندم شما میبینید دو طرف این کلیپ من دو تا آیکون این شکلی اضافه شد اگر دوست داشته باشم میتونم این رو بزنم و حالا بگم خب مثلا حالا میخوام چهار فریم تا اینجا کلیپ رو میخوام داشته باشم به محض اینکه ولش بکنم خودش به همون نسبت اضافه میکنه یا احیانا اگر این کلیپم کلیپ رو کلیک بکنم میتونم به طور مثال چهار فریم رو کم بکنم خب این مورد پایین رو دابل کلیک تو ادیت یا پلی اگر شما روی هر کدوم از اینها دابل کلیک بکنید برای شما میره برای ادیت کردنش یا اگر بخواید پلیشون میکنه که من فکر میکنم همین ادیت خیلی بهتر است چون با اسپیس خیلی راحت پلی کردن و این قسمت پایین کلیکینگ این ایونت براوزر رو که حالا عناوین مختلف هست توی اون قسمتی که کلیپ ها رو انتخاب میکردیم و وارد تایم لاین میکردیم در موردش فکر کنم صحبت کردیم ویدیو چیز خاصی نداره در موردش توی بحث ایمپورت کاملا صحبت شد فونت هم که توی قسمت تایتل صحبت کردیم توی قسمت جنرال هم که فقط یک عنوان هست این چک فور آی مووی آپدیتس اتوماتیکلی که من معمولا آف میذارم که خودش احیانا چیزی رو از اینترنت دانلود نکنه هرچند که این نرم افزار مجانی هست و تمام آپدیت هاش هم مجانیه ولی اینکه ترافیک اینترنت هم من بتونم خودم کنترل بکنم به خاطر همین من این عنوان رو همیشه خاموش میذارم